سوال و لغت های مربوط به آب و هوا رو میدونین؟ اصلا میدونین چجوری بپرسین که امروز هوا چجوریه؟ بعد حالا اصلا اگه یکی ازتون پرسید شما چجوری میتونین جوابش رو در رابطه با آب و هوا بدین؟ و یا حتی اصطلاحات مربوط به آب و هوا رو بلدین؟ اگر که میخواین کلی مطلب جدید راجبه The weather یا آب و هوا یاد بگیرید تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. سلام بچه ها، من میسا هستم و امروز یک ویدیوی هیجان انگیز داریم راجبه The weather یا همون آب و هوا. بچه آب و هوا ممکنه یکی از سوالای باشه که مثلا هر وقت هر کی رد شد اومد پیشتون خب چه خبر امروز، چطوره، چی کارا میکنی، هوا چه بده امروز. یعنی آب و هوا جز اون دسته از جمله هایی که توی هر کانورسیشن میتونه باشه، به خصوص وقتی حرف نداری. پس خیلی خوبه که بدونین اصلا چجوری راجع به آب و هوا سوال میپرسیم و اینکه چجوری جواب میدیم اگه یکی از ما سوال پرسید. و اما بچه اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو روش کلیک بکنین و زنگول بغلش رو هم روش کلیک بکنین، شما همیشه اولین نفری خواهیم بود که ویدیوهای ما رو میبینین، کلی چیز ازش یاد میگیرین و لذت میبرین. خب let's get to this topic، بریم سراغ این topic یا این مبحث. How to talk about the weather. How to talk about the weather. چجوری راجع به آب و هوا صحبت کنیم. How means چجوری. To talk صحبت کنیم. About درباره the weather آب و هوا. So بچه ها weather means آب و هوا. The th the weather weather صدای weather weather. So آب و هوا. خب اولا که سوالی که ما راجع به آب و هوا میپرسیم کلن چیه؟ مثلا هوا چطوره؟ امروز هوا چجوریه؟ یا مثلا فردا هوا چجوریه؟ سوال آب و هوا چیه؟ حالا ما راجع به امروزش صحبت میکنیم. How's که مخففه بچه ها how is هستش. How's the weather آب و هوا. How's the weather today یعنی امروز هوا چجوریه. Today today no today. So how's the weather today. بچه گفتیم پرانتز هر وقت داریم یعنی آپشنال، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، دل بخواه شماست. پس من میتونم اینو حذفش کنم بگم how's the weather یا میتونم بذارمش how's the weather today. How's the weather today امروز هوا چجوریه یا how's the weather هوا چطوره. خب حالا جمله‌ای که پس این جمله هستش که ما میپرسیم، جمله که میخوایم جواب بدیم. بچه جمله همیشه توی هر زبانی با یک فعل، با یک فاعل و یک فعل شروع میشه. یعنی اول فاعل رو داریم بعدش فعل رو داریم. یعنی اول سابجکت رو داریم، سابجکت یعنی فاعل، بعدش ورب رو داریم، ورب یعنی فعل. پس اول سابجکت بعد ورب. حالا سابجکت و ورب یعنی فاعل و فعل جمله جواب ما در جواب این سوال میشه it's که مخفف چیه میدونین. آفرین. It is. It's. It's یعنی هست، این هست. It's. خب بریم سراغ لغتهای انواع مختلف آب و هوا. The first word اولین لغت the first word is sunny. 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 خب بچه ها sun میشه آفتاب، sunny میشه آفتابی، sun آفتاب اسمشه، sunny میشه آفتابی که میشه صفتش. بچه ها نکته تمام اینایی که من اینجا آوردم، این لغت های اینور، برای extra point بهتون میگم، نکته اضافه، اینا صفت هم همشون. It's sunny آفتابی است، آفتابی است. So, how's the weather? It's sunny. هوا چطوره؟ آفتابیه. Sunny means آفتابی. Okay. The next word, کلمه بعدی is cloudy. Cloudy. بچه ها cloudy no. آیا چیزی، آیا واولی بین سی و ال میبینین؟ آیا یکی از واول های AEIOU این وسط هست که میگین cloudy؟ بچه هیچی این وسط نیست. این دوتا رو
بلند میکنیم. خانم ها میدونن بلند چیه، مثلا وقتی روژه گونه میزنن یا مثلا دارن کانتور میکنن صورتشون رو، کانتوراشون رو بلند میکنن، یعنی پخشش میکنن، یعنی یکی میکنن، با هم میکنن که دیگه خط و خطوط نیفته رو صورتشون. ما تو آرنج کردن خانم ها به این کار میگیم بلند. این دوتا رو بچه ها بلندش کنیم، یعنی یکیش کنیم. So کل 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 نو کل کل کلاودی cloudy cloudy no no cloudy so cloudy means ابری بچه ها cloud یعنی ابر cloudy دوباره صفتش میشه ابری how's the weather it's cloudy ابریه okay لغت سوم rainy 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 بچه ها again دوباره Rain is the noun. Rain میشه اسمش. Rainy is the adjective. Rainy صفتشه. بارانی. بارانی. So how's the weather? It's rainy. بارونیه. The next word. کلمه بعدی. Snowy. Snowy. بچه ها. Snowy. No, no. Snowy. انگار میگی بکیس. سکت باش یه همون سنویی سنویی یا مثل صدای مار اینجوریه پس این هم نه اس نو اس اسم حرف انگلیسیشه صداش هستش سو سنویی بچه سنو یعنی برف دوباره اسم سنویی برفی میشه صفتش سو ایتس سنویی برفیه خب کلمه بعدی دوباره stormy stormy or stormy 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 بچه storm میشه طوفان که اسمه خب شما باید بگید حالا storm که اسمه میشه طوفان stormy که صفتشه میشه چی؟ باریکلا آفرین طوفانی so stormy خب حالا بچه بیاییم تا اینجا یه دوره بکنیم دوباره از اول پس گفتیم سوالمون چیه how's the weather هوا چطوره how's the weather how's the weather هوا چطوره اومدیم گفتیم با it's شروع میشه حالا it's sunny شما بعد از من تکرار بکنیم it's sunny it's cloudy it's rainy it's snowy it's stormy طوفانی خب بذارین طوفان براتون بکشم این میشه stormy اوکی گود خب بریم سراغ لغت های بعد لغت بعدی cold cold how's the weather it's cold یعنی چی سرد sard cold میشه سرد cold means سرد خب بچه ها یه چهار تا لغت من اینجا دارم اینجوری از اینا براش میکشم میخوام یه نکته باحال بهتون بگم خب بچه ها اولا از این که متضاد cold که میشه سرد متضادش میشه hot here اینجا دارم hot خب Hot means گرم. Very good. So cold and hot. خب. سرد و گرم. حالا بچه ها در کنار این دوتا لغت دوتا لغت دیگه هست که مربوط میشه یه جورایی به این دوتا ولی درجه سردی و گرمیش کمتره. یعنی بچه ها مثلا زمستون هوا کولده. اوکی؟ مثلا in winter در زمستان in winter در زمستان the weather is cold in winter the weather is cold در زمستان هوا سرده حالا winter یعنی زمستان بریم سراغ hot که گفتیم in summer summer تابستان In summer, the weather is hot.
So in summer, summer یعنی تابستون هم که میریم آفتاب میگیریم. So in summer the weather is hot. In winter the weather is cold. حالا دو تا لغت اضافهش چیه؟ Cool و warm. خب این دو تا رو فهمیدین دیگه. بریم سراغ cool و warm. بچه ها cool یه هوایی هستش که خیلی سرد نیست و قابل تحمله. مثلا cool زمانی که شما داری میری تو خیابون لازم نیست کت و مثلا کلاه و دستکش و اینا دستت بکنی. همین که مثلا یه ژاکت, just a jacket, وقتی که یه ژاکت تنت میکنی میری بیرون همون کافیه و دیگه سردت نمیشه. اون هوا میشه هوای cool یه جورایی. مثلا اوایل بهار هوا کوله. مثلا الان یه چند وقت دیگه میشه فصل بهار, هوای ما میشه cool. پس cool یه هوایی که خیلی سرد نیست, جو نمیلرزی مثلا بیفتی اینجا خونه تو بدنت یخ بزنه. همین یه ژاکت بپوشی بری بیرون کافیه. حالا warm چیه؟ warm رو ببینید زیر hot نوشتم, درجهش کمتره. hot میشد گرم, warm هم یه گرماییه که میتونین تحملش کنین. یعنی مثلا مثل وسط مرداد نیست میریم بیرون جزغاله میشین مثلا یه نیم رو بندازین یه تخمر بندازین روی زمین آسفالت نیم رو بشه. اون هاته. warm چیه؟ دیگه آخرای تابستون که داره وارد مثلا فصل پاییز میشه اون هوا هوای warm هستش. پس بچه ها cold یعنی سرد, hot یعنی گرم. ببینید اینو زیرش نوشتم که خوب توی حافظه تصویرتون بمونه. cool یعنی یه سرمایی که قابل تحمله, warm یعنی یه گرمایی که قابل تحمله. اوکی؟ پس این چهار تا لغت رو راجبش صحبت کردیم. cold, cool, hot و warm. خب حالا میخوام یه نکته باحال بهت بگم. بچه روی تیشرت من چی نوشته؟ super cool. super cool. اوکی. سو بچه cool اگر در رابطه با یه آدم به کار بره میشه باحال. she's so cool. اون دختره خیلی باحاله. مثلا یه دختره میتونه به اون یکی دوستش بگه oh, do you know David? دیویدو میشناسی؟ oh, he's so cool. خیلی باحاله. پس بچه coolو اگر در رابطه با آدم به کار ببریم میشه باحال. super cool. یعنی من خیلی باحالم. am I cool? من باحالم. I don't know. اوکی. پس cool رو اگر در رابطه با یک آدم به کار ببریم میشه آدم باحال. ولی در رابطه با هوا میشه هوایی که خیلی سرد نیست و قابل تحمله. نکته بعدی مطمئنم پسرها میدونن این نکته رو. hot. hot. یعنی یه آدم جذاب. she's so hot. اون دختره خیلی جذابه. مثلا جنیفر لوپز, خانم جنیفر لوپز, جنیفر لوپز is so hot. خیلی جذابه. پس بچه cool برای آدم اصلا رفتی به weather ندارم. من هم اکسترا پوینت بهتون میگم, نکته اضافه. در رابطه با آدم میشه باحال, hot میشه آدم جذاب. اوف, you're so cool. خیلی باحالی. oh, she's so hot. این دختره خیلی جذابه. خب دیگه از این چیز بیان بیرون, مطالب اینجوری حاشیه دار و پول و هات و اینا, بریم سراغ لغت بعدی. سو لغت بعدی humid. 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 بچه ها humid نمیگم معنیش چیه, خودتون حد بزنین. هوای شمال و هوای کیش همیشه humide. همیشه میشه چی؟ very good. هوای مرطوب. so humid means مرطوب. مثلا in Kish, in Kish, در Kish the weather, هوا is always, همیشه هست humid. in Kish the weather is always humid. تو Kish هوا همیشه مرطوبه, رطوبت داره. the next word foggy. foggy بچه این از مثل اوناست که میگفتیم هم اسم دارن هم صفت. این هم مثل اوناست, میبینی یه وای تهش اضافه شده مثل بالایی ها. foggy.
فاگی بچه ها، فاگ یعنی مه و اسمه. حالا فاگی که صفته میشه چی؟ Very good! مهالود. So foggy means مهالود. مثلا تو جاده چالوس که دارین میرین، یه ذره که بارون بیاد و یه ذره هوا سرد باشه، یهو این مه ها میرزه. وای so beautiful. واقعا فکر میکنم جاده چالوس با مهش خیلی قشنگتر، هرچند که خیلی dangerousه، خطرناکه، ولی in my opinion به نظر من it's so beautiful، خیلی خوشگله. With fog، با مه. So foggy means مهالود. مثلا تو جاده چالوسی مامان زنگ میزنه میگه how's the weather، you say mom it's foggy، مامان هوا مهالوده. خب بریم سراغ لغت بعدی. و گفتیم W، windy مثل ایناس. windy windy بادی، ما نمیگیم خدایا بادی، مثلا تو فارسی نه، هوا چطوری؟ هوا بادیه، میگیم هوا باد زیاد میاد، مثلا میگیم باد زیاد میاد، ولی اونا بادی دارن. windy بچه ها، wind نونشه، اسمشه، یعنی باد. windy یعنی بادی، هوایی که باد داره. it's windy، مثلا today is windy، امروز هوا بادیه. okay. خب the next word، clear. clear 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 means صاف. هوایی که نه ابر داره، هیچی نداره، صاف، خورشید قشنگ واسه خودش داره میدرخشه، اون هوا هوای clear هستش، صاف و قشنگ ترتمیز. so clear. و آخرین که ممکنه ببینیم یهو شوک بشیم بگیم وای چقدر سخته، چقدر زیاده، it's too easy، خیلی آسونه، easy peasy lemon squeezy. خب thunder، thunder and lightning. گفتیم انجی دیدیم بچه جیه تلفظ نمیشه دیگه. very good. thunder، thunder and lightning. lightning lightning thunder and lightning thunder and lightning. thunder means بچه light میشه نور، پس نور و light رو شنیدین، یا lightning رو شنیدین یاد نور بیافتین، نور میشه همون این رد و برقه دیگه، میخوام بگم کدومش رده کدومش برقه، این برقه است این رد است، دقیقا این فارسی بچه، اصلا اونو بلش کنین، اصلا این فارسیه، رد and برق، رد و برق. thunder and lightning، thunder and lightning. بچه یه آهنگی بود خیلی 4-5-6 ماه پیش خیلی مود شده بود، اسم آهنگ thunder the thunder، یه همچین چیزی بود، lightning and the thunder، این آهنگ بود. so تو اون آهنگ هم بود رد و برق، رد و برق. so thunder means thunder، رد and lightning، برق. so thunder، شما بگین thunder and lightning، lightning. very good. so humid مرطوب، foggy مهالود، windy بادی، clear تمیز، thunder and lightning رد و برق. خب حالا اون قسمت مورد علاقه خودم، دو تا پارت دارم براتون، برای اونایی که میخوان بیشتر نکته بدونن، کسایی هم که نمیخوان that's okay no problem، okay بهش مشکل نداره. some weather expressions، یه سری از اصطلاحات آب و هوایی. بچه دیدین میرین بیرون تو تابستون ها، به خصوص پیاده، مثلا دارین دنبال کار اداری، پوستتون هم کنده میشه، تر هم هست، ماشین هم نمیتونین ببرین، از این وضع افتضاحیه، بعد داره اصلا این آفتابه میسوزونه، میگیم دارم میسوزم، هوا خیلی گرمه، اون گرمه وحشتناکه چیه؟ it's boiling hot. boil یعنی قلقل جوشیدن، boiling hot یعنی انقدر هاته که آب جوش میاد، خون داره جوش میاد. so it's boiling، دوباره جیه تلفظ نمیشه، it's boiling، it's boiling hot، it's boiling hot یعنی در حد اینکه جوش بیام هوا گرمه. boiling، boy، boiling hot. خب دومی، بعضی وقتا هم سرما یه جوری که میگه همه چی داره یخ میزنه، در تضاد با جمله بالا جمله پایینه، ببینین it's
freezing outside. Outside میتونیم بگیم میتونیم. Outside یعنی بیرون. بیرون خونه مثلا. It's freezing. It's freezing. It's freezing. Freezer دیدین؟ شبیه اونه. Freezer یخچال freezer. It's freezing. دندوناتون میخوره به هم. So freezing یعنی یخ وحشتناک سرد. It's freezing, it's boiling. Boiling یعنی گرم وحشتناک. Freezing یعنی سرد خیلی سرد. کلمه جمله سوم. اجز جمله نه فریز سوم. Such چه. چه چه. مثلا میگیم چه. چه مثلا دختر خوبی. اون چه این چه هست. Such an awful weather. Such an awful weather. چه هوای افتضاحی. Awful, 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 no. Awful, awful means افتضاح. Such an awful weather. چه هوای افتضاح. مثلا با دوستات داری مثلا میری اسکی بعد یوهو برف میاد. Ah, such an awful weather. چه هوای افتضاحی. So, awful means افتضاح. بچه این جمله ها رو میتونیم به لیست جملات کاربردیتون کسی که از کاربرای ما هم میدونن که ما یه سری ویدیو داریم مربوط به جملات کاربردی میتونید اینا رو به جمله کاربردیاتون اضافه بکنی. خیلی جمله های خوبی هست. Such an awful weather. چه هوای افتضاحی. آه جمله چهارم یه اصطلاح خیلی باحاله. بچه ها تو این اصطلاح اکسپرشن رو من توی یکی از ویدیوهام بهتون گفتم که expression یعنی اصطلاح لغت به لغت معنی نمیشه چون خیلی مسخره میشه اگر لغت به لغت معنیش اصلا لغت به لغت معنیش نمی کنیم. ما معنی کلش رو میگیریم. الان نگاه کنیم. It's raining. It's raining. دوباره جی تلفظ نمیشه. It's raining یعنی داره بارون میاد. Cats میو گربه and dog. خب الان cat و dog خدا وکیلی چه ربطی به بارون داره؟ واسه همینه میگم اکسپرشن ها رو معنی نکنیم. خب So it's raining It's raining Cats گربه ها و سگ ها داره گربه ها و سگ ها بارون میاد. این اشاره میکنه به بارون شدید. بارونی که اصلا یوهو سیل میاد همه چی رو میبره. اوکی So it's raining cats and dogs. بارون شدید داره میاد. How's the weather? It's raining cats and dogs. بارون شدید داره میاد. It's raining cats and dogs. و جمله پنجم. What a beautiful day. چه روز خوشگلی. What a beautiful day. دیگه اینو بچه ها. چه مثل such. چه what a beautiful day. چه روز خوشگلی. دیگه این beautiful رو میدونیم نیم که میشه روز. So. What a beautiful day. متضادش میشه. بیا بچه بذار اینم براتون what بکنم. Confuse نشه. اینو با what یاد بگیریم. میخوام که خوب یادش بگیریم. خب. پس such نگیم دیگه بگیم what. که شما هم راحت تر باشین و راحت تر یادش بگیریم. خب. What a beautiful day. چه روز خوشگلی. مثلا چه هوای صافی مثلا. What an awful weather. چه هوای افتضاحی. چه هوای مزخرفی. So, what an awful weather. What a beautiful day. این دوتا میتونن متضاد هم باشن. و پارت آخر idiom. idiom ها بچه ها اصطلاحاتی هستن که مثلا موش آب کشیده میشه اصطلاح. idiom. بریم ببینیم چی داریم امروز. همون موش آب کشیده رو داریم براتون. مثلا انقدر زیر بارون وایسادم موش آب کشیده شدم. خب حالا موش آب کشیده میشه چی؟ wet خیس. خیس wet to the skin. بچه skin یعنی پوست. skin یعنی پوست. حالا wet to the skin یعنی انقدر خیس شدم که آب به پوستم نفوذ کرده. اینو برات بازش کردم که خوب تو ذهنتون بمونه. So wet یعنی خیس. To the skin تا حد پوست. skin wet to the skin یعنی تا پوستم خیس شدم. خب حالا میخوام یه میکسچر یه ادغام باحال از اینو این بهتون بدم. خب
ببینیم چیه اون ادغام باحاله. It's raining. گفتیم جیه تلفظ نمیشه. Cats and dogs. گفتیم it's raining cats and dogs یعنی بارون شدید دیگه. میخوام با این یکیش کنم، بهتون یاد بدم، شما یاد بگیریم، بنویسین تو قسمت جمله کاربردیاتون. It's raining cats and dogs. بارون وحشتناک داره میاد. I got wet. خیس شدم. To the skin. تا پوستم، پوست استخونم خیس شد. It's raining cats and dogs. I got wet to the skin. وحشتناک داره بارون میاد، منم تا پوستم خیس شدم. So الان هم اینو براتون استفاده کردم، هم اینو. It's raining cats and dogs. I got wet to the skin. I got wet to the skin. بارون وحشتناک داره میاد، منم تا پوست و استخونم خیس شدم. یعنی چی؟ موش آب کشیده شدم. خب بچه، این از درس امروز که راجع به weather بود. اصلا نگران نباشین، گفتیم این پارت اضافه است برای بچه‌ای که دوست دارن بیشتر بدونن، یا کسایی که مثلا این قسمت رو میدونستن چیزای جدید می‌خواستن یاد بگیرن. اصلا خودتون رو استرس ندین که وای من نمیتونم اینا رو یاد بگیرم فلان بیسار. بچه‌ها ویدیوهایی که من براتون آماده می‌کنم دوستم یه جوری باشه که هر کسی که می‌بینه بتونه یه نکته جدید از توش دراره. پس این اکسترا اضافه است، دوست دارین یاد بگیرین، دوست دارین نگیرین، ولی نکته مهم چیه؟ این پارت اول بود. اوکی؟ پس اینو یاد بگیرین. اگر یادش گرفتین دیگه باحال بود و تونستین استفادهش کنین، بعد برین سراغ این. کسی هم که اینو بلد بودن اون وارو یاد بگیرن. چه خوب، برای هر مدل زبانی سطح زبانی ما ویدیو داریم. اوکی، جزوه های درس ها بچه به صورت کامل توی چنل تلگراممون هست. جوین شین، لینک چنل تو دسکریپشن همین یوتیوبمون هست. لینکش رو بردارین، عضو چنل تلگرام بشین، جزوه ها رو ببینین، تمرین های اضافه داریم راجع به هر مبحثی که درس میدیم، تمرین ها رو ببینین. کسایی که میتونن برن پرینت بگیرن، حل بکنن که خب بیشتر یاد بگیرن. بچه چون پرکتیس، تمرین، تنها چیزی که باعث میشه یهو اینجوری انگلیسیتون پیشرفت بکنه و بره بون بالا بالاها. و حرف آخر بچه ها، اگر که نظری دارین راجع به ویدیوها و دوست دارین تاپیک ها یا موضوعایی که مد نظرتون هستش رو ما براتون ویدیوهاشو بگیریم که مطمئن باشین میگیریم، اصلا شک نکنین. تا الان دو سه تا پیشنهاد داشتیم که اینو دو سه تاش هم درست کردیم، ویدیوهاشو گذاشتیم. مثلا سری اپیزودای جملات کاربردیمون از پیشنهادهای شما عزیزان بود، مثلا یکیش. و اینکه پس حتما پیشنهاداتون رو به ما بدین. اگر ما رو دوست داشتین لایکمون کنید و به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی، بابای.